حکم خدا شود به هر نکته ایام میده طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها نهاد حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میدم خدمت شما عزیزان همراه، خدمت شما دوستان همیشگی برنامه توضیح المسائل. خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم و باز افتخار این رو دارم برنامه رو تقدیم به شما بکنم. شب جمعه شب زیارت آقا سید الشهدا، انشاءالله نهایی زیاره شما هستیم محضر سید الشهدا. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند صدقه بجا و نیکوکاری، نیکی به پدر و مادر و صله رحم، بدبختی را به خوشبختی تبدیل می کند و عمر را زیاد می کند و از مرگ بعد جلوگیری می کند. نهج الفصاحه صفحه 549. خوشحالم از این که باز در خدمتون هستم و همچنین در خدمت جناب استاد رفعتی. سلام علیکم. خیلی خوشحالم. سلامت بشید. در خدمتتون. خدا شما رو حفظ کنه. ممنون. ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که خدا شما رو هم ظاهر امام حسین قرار بده. اگرچه ماه ذی‌قعده ماه امام رضا است و دلمون میخواد که ان شاء الله همه شما عزیزان ما خدا روزیمون کنه، خصوصا در چند روز آخر ماه ذی‌قعده، یک شنبه ماه ذی‌قعده، روز ده ذوالعرد، خدا روزی همه ما بکنه. زیارت علی ابن موسی الرضا علیه السلام امام رؤوف رو در این لحظه و ساعات و این ایام انشاءالله دعا مستجابه. از خدا میخوایم همه ما رو ببخشه و قرار بده از اونهایی که سبب رضایت خاطر یوسف زهرا امام زمان علیه السلام رو فراهم میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. هر جا هستید قلبتون سرشار از محبت اهل بیت علیهم السلام باشه و دعاگو برای فرج آقا امام زمان علیه السلام. روز پنجشنبه وقتتون نگیرم، روز سوالات شما عزیزان هست که از ابتدای برنامه در خدمت استاد هستیم و سوالات رو میپرسیم. با اجازتون من بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من یک کارگری هستم، از یک شخصی برای او کار میکردم، از یک شخصی که برای او کار میکردم پول میخوام و بعد از یک سال به دستم رسیده، آیا باید خمسش رو بدم یا نه؟ پولی که شما دستتون میرسه، با پولی که طلب دارید، با پولی که بدهکارید، تو مسئله خمس زمانی که به نظر حضرت آقا سر سالتون میرسه، مثلا فرض بکنید اول ماه ذی‌حجه یا روز ده ذوالعرد یا روز عرفه سال شماست، یه نگاه کنید ببینید چقدر موجودی دارید، آیا موجودیتون از سال قبل بیشتره یا نه، اون رو حساب بکنید. چقدر بدهکارید، بدهکاری که الان طلبش رو از شما میخواد، اون رو از موجودیتون کم بکنید و پرداخت کنید. چقدر طلب دارید، طلبی که اگر بخواید الان به شما میده، اون رو هم جزء سرمایه بیارید و خمسش رو پرداخت کنید. اما این بزرگواری که میفرماد من به عنوان کارگری از کسی طلب داشتم، اگه سر سال شما رسید و طلب شما رو به شما داد، بله بهش خمس تعلق میگیره.
حالا چقدر مونده پیشش مهم نیست، اما اگه سر سال شما گذشت، یعنی روز عرفه گذشت، فردای روز عرفه این پولو به شما داد و شما تو سال بعد خرجش کردید، قبل از سر سال بعد، یعنی عرفه سال بعد خرج شده، این دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. پس مهم نیست که چقدر پیش اون مونده، چون فرض اینه که به شما نمیداده. مهم زمانیست که قراره به شما بده یا به شما داد، یا اگه ازش مطالبه کردی گفت پول موجوده بیا بردار. اگر اون موقع سر سال شما گذشت، بله به اون پول خمس تعلق میگیره. اما اگر نه، سال شما اومد رد شد، پول شما رو نداد، ولو سال گذشته، خمس بهش تعلق نمیگیره. سلام. سلام، من به علت شغلی که دارم باید در یک هفته دو مرتبه از تهران به قم بروم. با اینکه متولد قم هستم اما در تهران زندگی میکنم. حال در قم یا بین راه حکم نمازم چیست؟ خب با بحثی که دیروز داشتیم جواب این عزیز روشن میشه. کسی که هفته دو بار مسافرت میکنه میشه کسی رو سفر. هم در قم نمازش تمامه حتی اگه وطنش نباشه، هم در تهران نمازش تمامه حتی اگه وطنش نباشه، که ظاهرا هر دو وطنشه، یعنی از قم ظاهرا اعراض نکرده. هم بین راه نمازش تمامه، اگه بین راه هم خواست نماز بخونه نمازش تمامه. شما حتی اگر وطنتون قم و تهران نباشه، به خاطر کثرت سفر میشید کسی رو سفر و نمازتون تمامه. خیلی ممنونم. سلام علیکم، دوستی از اروپا پیام دادن که اونطوری که مطرح کردن و گفتن که بنده در کشور اروپایی زندگی میکنم و شغلم در مغازه ای است که صاحب مغازه مسلمان نیست، آیا حقوق من حلال است؟ اگه کارتون مشکل نداره، حقوقتون هم مشکلی نداره. صاحب کار مسلمان باشه یا نباشه از نظر شرعی مشکلی نداره. کار رو باید ببینید. یه وقتی شراب فروشی خدای نکرده چرم حیوانی است که ذبح شرعی نشده فروشیه، لوازم موسیقی خرید فروش میشه، وسایل قمار خرید فروش میشه. اما یه وقتی اینا نیست، فرض بکنید تجارت لباسه، تجارت عرشبت وسایل منزلیه، فروشگاه عمومیه، عرشبت که خدمت در یک مرکز وکالت یا تبابت یا این هاست، مشکلی نداره. این که انسان پول رو از دست او میگیره، خب حالا ممکنه اون آدم یک سری تجارت های دیگه هم داشته باشه که شبه شرعی داره، او دیگه در دین خودش اگه اشکالی نداره، این پول برای شما مشکلی نداره. بله. کتاب باشه یا نباشه بله، نه فرق نمی کنه. متشکرم. با سلام خدمت شما و عوامل برنامه. آیا اگر زن شک کند که عقد دائم است یا موقت، چون مرد و عاقد بگویند عقد موقت بوده و قاضی هم بگوید که عقد موقت است، آیا برای زن همین کافی است؟ زن درست متوجه نبوده نه. که چه صیغه‌ای خوانده شده، میتواند دوباره ازدواج کند؟ بله، اشکالی نداره. البته بله. شما میفرمایید شک دارم، یعنی گذشته زمان سبب این شک شده. اما یه وقتی من موقعی که عقد رو می‌خواستن بخونن، بنام بر این بود که عقد دائم باشه، اگه عقد موقت بود اصلا قبول نمی‌کردم. خب این پیداست، اگه گفتن موقته از اصل عقد مشکل داشته، باطل بوده، و اگر بالاخره ارتباطی بوده، اون ارتباط زناشویی مشکوک، یعنی فرزندم فرزند شبهه حساب میشه اگر بینشون ایجاد بشه. اما اگر نه، میگه من برام فرق نمی‌کرد دائم باشه یا موقت، و نمیدونم چه، به من گفتن دائم یا موقت فرق نمیکنه، برات گفتم فرق نمیکنه و صیغه خونده شد، حالا که پرسیدم و منم قبول کردم، پرسیدم گفتن موقت بوده، بله موقته و نیاز به طلاق نداره و میتونی شما ازدواج بکنید. بنابراین در هر صورت برای شما ازدواج بعدی، البته با شرایط و نگه داشتن عده و اینها، اگر دخولی صورت گرفته اشکالی نداره. خیلی متشکرم. سلام، احکام قربانی کردن مثلا گوسفند، آیا میتوان قسمتی رو برای خودمون برداریم؟ اگر نذر کردید گوسفند رو قربانی بکنید، بدید به مستحقین و فقرا و همسایه ها و اینها، طبق نذر باید عمل بکنید، بدید به هیئت، طبق نذر باید عمل بکنید، خودتون نمیتونید بردارید. بله، اگه به عنوان یکی از افراد تو هیئت شرکت کردید، تو مهمونی که نیت کردید شرکت کردید، بله شما به عنوان یکی از افراد میتونید. یا وقتی نیت کردید گوشت رو تکه تکه کنید بدید به همسایه ها، بله. خب در اون صورت خودتون نمیتونید بردارید. اما معمولا تو نذرها اینطوری نیست، شخص نذر میکنه برای اهل بیت قربونی بکنه،
و گوشتش رو یا برای سلامتی امام زمان علیه السلام گوسفندی رو ذبح بکنه. خود در این صورت شما هم میتونید از این گوشت استفاده بکنید و بردارید. اما اگر نذره، طبق نذر عمل بکنید. اگر تو اون نذر شرط شده که گوشتش به یک افراد خاصی برسه، حتما باید به اون افراد خاص برسه و شما نمیتونید شخصی استفاده بکنید. اما اگر نذر نیست یا نذر عمومیه، شما هم میتونید استفاده بکنید. متشکرم. یه اضافه هم بکنم، شده یادت نرفته، گاهی اوقات نذر با خداست، اون نذر واجبه، لله علیه، خدایا این بله میشه واجب. اما یه وقتی نذر با اهل بیت یا امام حسین یا حضرت عباس یا ام البنین، خب این همچین نذری هم اگر هست این اشکالی نداره که اگر حتی گفتید میدم به همسایه ها، میدم به هیئت فلان، اگه خواستید مقداری بردارید البته بهتره که نشه، ولی اشکال شرعاً نداره چون نذر واجب اصطلاحاً نیست. خیلی ممنونم. با سلام، اگر در نماز چهار رکعتی در تشهد شک کنیم که سه رکعت خوانده میاد چهار رکعت، نمازمون صحیح هست یا نه؟ قطعاً نماز صحیحه. نماز رو همون بعد از تشهد سلام بدن بدون صحبت کردن، برگشتن از قبله، بله، یک رکعت نماز احتیاط بخونن، یعنی پاشن نیت کنن نماز احتیاط، تکبیر بگن، حمد، برن رکوع، دو تا سجده، تشهد، سلام و نمازشون درست. خیلی ممنونم. سلام علیکم، خسته نباشید. در نماز خواندن در رکعت سه اگر فراموش کنیم و با صدای بلند تسبیحات را بگیم، حکمش چیه؟ هر وقت یادش اومد هر جاش که بود از اونجا به بعد آهسته بخونه. اگر تمام کرد و بعد یادش اومد بلند خونده، دیگه تکرار نمیخواد، همون قبوله و کفایت میکنه. رکعت اول و دوم هم همینطوره. اگر جایی که بعد آهسته بخونه مثل نماز ظهر عصر، بله، بلند خوند، حواسش نبود، از هر جایی که متوجه شد از همونجا ادامه بده آهسته بخونه، نیاز نیست از اول برگرده. با سلام و خسته نباشید، میتوان بر مرجعی که فوت شده از احتیاط واجب بر آن مرجع مراجعه کرد و فتوای آن را استفاده کرد؟ سوال خیلی مفهوم نیست. یعنی مثل اینکه مرجعی دارن که فوت شده و در از مسئله احتیاط واجب که دیروز بهش اشاره شد که اون بیننده پرسیده بودن، میخوان در مورد این احتیاط واجب از مرجع فوت شده، از اگر تو احتیاطات میخواد به یه مرجع دیگه مراجعه بکنه، فرقی بین مرجع زنده و مرده نیست. حتی اگه مرجع شما زنده هم باشه، در موارد احتیاط وجوبی شما میتونید از یه مرجع دیگه تقلید کنید، میتونید، یعنی لازم نیست، میتونید باقی بمونید بر همون احتیاط وجوبی، میتونید رجوع کنید به مرجع دیگه. اما اگر نه، منظورتون اینه که مرجعی فوت شده، آیا باقی موندن بر اون مرجع یا مراجعه به مرجع دیگه؟ بعضی ها گفتن احتیاط وجوبی است به مرجع زنده مراجعه بکنه. اگر این احتیاط وجوبی منظورتونه، بله عرض میکنم بهتر هست. اگر اون مرجع فوت شده را با بقیه مراجع از نظر علمیت بعد از تحقیق یا مراجعه به اهل خبره معلوم شد براتون در یک مستوا، در یک سطح هستن، احتیاط به اینه که انسان به یک مرجع زنده مراجعه بکنه. بله، یه وقتی که اون که فوت شده اعلم از تمام این زنده هاست، اونجا گفته شده بعضیا احتیاط باقی بودن بر اون میت در مسائل گذشته، تو مسائل مستحدثه، در اتفاقاتی که تازه میفته تو حساب شرعی و اینها، بله به مرجع زنده مراجعه بکنه. اما ولی اگر دید نه در یک حد هستن، بهتره که از یک مرجع زنده تقلید بکنه. با سلام، ما در اروپا زندگی میکنیم و برادر کوچک من سگ کوچکی را در خانه دارد. اگر موی سگ به لباس هم باشد و نماز خواندم، آیا نمازم باطل است؟ ببینید، اگر حیوان حرام گوشتی غیر از سگ و خوک بوده باشه، موش در لباس نجس نیست، ولی نماز اشکال داره. اگر میدونه باید از بدنش اون لباس رو، از اون امور رو جدا بکنه. بله. اما نسبت به سگ و خوک موش نجسه، یعنی به غیر از اینکه نماز رو باطل میکنه، اگر لباس خیس باشه لباس نجس هم میشه، یعنی این اضافه رو هم داره. بنابراین لذاست که میگن نگهداری این حیوانات تو خونه درد سرسازه. حالا حیواناتی مثل گربه و عرض شود حتی مثل موش و اینها، غیر از نجاستشون، خود موش و اینها قطعاتی از بدنش نسبت به نماز اشکال ایجاد میکنه، اما تو زندگی خیلی مضر نیست، یعنی خیلی آدم غصه نمیخوره به اندازه‌ای که از نگه داشتن سگ و خوک، خدای نکرده، خصوصا سگ که دیگه جزء کلاس ها شده که تو خونش بعضی نگهداری میکنن یا حتی باش مسافرت میرن، حتی یکی از اعضای خانواده حسابش میکنن. مسیحی ها رو نمیگم، کفار رو نمیگم، مسلمان ها رو متاسفانه دارم میگم.
یعنی یه جورایی دیگه بالاخره آموخته میشن، عادت میکنن به اینکه این حیوان تو زندگیشون باشه. سگ نگهبان دم در و تو کوچه هم نیست، تو خونه شون زندگی میکنه، به عنوانی که این یک حیوان بسیار با محبتیه و اهلی شده و با خودمون از این حرفا اصلا باش تفاهم میکنن، یعنی به دوستون میکنن. در اینکه این حیوان مخلوق خدا دارای خصوصیات خیلی عالی هست شکی نیست، اما با تمام این خصوصیات اونی که خلقش کرده او رو یک حیوان چی میدونه؟ نجس العین میدونه برای ما. خب شارع چیزی رو که نجس کرده گفته ازش دوری کنید، اجتناب بکنید، دست خیس هم بهش نزنید، یعنی مضراتی داره. کم کم هم علم داره متوجه میشه که این حیوان توی حتی یه دونه موش تو دستی که به بدنش میکشید دست خیس، میکروب به شما منتقل میشه و آثاری که ایجاد میکنه غیر از آثار طبی، آثار فکری، آثاری که روی روان انسان ایجاد میکنه کم نیست از مضرات. بیشتر هم آینده علم کشف خواهد کرد. یه وقتایی هم جرأت نمیکنن طرحش کنن، چون به قدر این حیوان رسوخ کرده تو فرهنگ کشورهای غربی و متاسفانه بعضی از کشورهای اسلامی که اگه اعلام بکنن وجود این حیوان تو خونه های شما تا این حد بر شما ضرر داره، یک انقلاب ایجاد میشه، حتی ممکنه خیلی زندگی ها به هم بخوره، وابسته شدن به این حیوان متاسفانه. ولی علی حال این شرعه و یک روزی هم دنیا در مقابل این شرع سر تعظیم فرود خواهد آورد. باید این حیوان رو از زندگی ها حذف کرد. تو خونه ای که این حیوان باشه دعا مستجاب نمیشه، یعنی ملک رحمت برکت تو این خونه نازل نمیشه، انقدر که این مخلوق خدا انسان رو از خدا دور میکنه. مشکلی نداره، خونم همینطور، خونم یکی از عین نجاست تو وجود بام هست. وقتی میگیم عین نجاسته معناش این نیست که چرا پس خدا خلقش کرده. خدا تنوع در هستی و در آفرینش خلق کرده، درون رگهای من خون رو قرار داده، اما فرموده همین خون اگر در بدنت از بدنت خارج شد، اگه یه قطرهش توی این آب چکید حق نداری بخوری، این آب میشه نجس، یعنی مضر برای صحت من. ولو دنیا و طبیعت به این نیاز داره و جزء تکامل هستی هست، در چرخه هستی ما بهش نیاز داریم، اما از اون طرف هم باید برای عبادت و بندگی ازش اجتناب بکنیم، تو زندگی هامون نیاریمش. حالا من یه خورده طولانی شد، اشکال نداره، پنجشنبه است. ببینید ما مثلا فرض بکنید به اسلحه نیاز داریم، اسلحه چیزی است که انسان ازش میتونه دفاع بکنه از زندگیشو، علی حال یک نوع بودنه، یک نوع سبب میشه که هر کسی به شما نتونه تعدی بکنه. خب سیم برق همینطور، ما به برق نیاز داریم، برق باید تو خونه ما باشه تا بتونیم از امتیازاتش استفاده بکنیم، اما همین سیم برق رو تو لایه‌های عایق میگذاریم، چون اگر لخت باشه به ما ضرر میزنه. همین اسلحه رو توی صندوق میذاریم، درش هم میبندیم، قفل میکنیم، مواظبت میکنیم ازش. همین انرژی هسته‌ای رو انقدر ازش محافظت میکنیم. چرا؟ چون اگر به صورت باز یا تو زندگی‌های ما داخل شد کشنده میشه، مضر میشه. خوبه اما چیه؟ باید ازش اجتناب کرد. این حیوان هم همینطوره، شرع به ما گفته باید ازش دوری بکنیم. بنابراین به این بزرگوار از نظر شرعی عرض میکنیم نمازتون اگر این لباس این حیوان توش هست باطله، به غیر از این که این موش نجسه، آب دهانش نجسه، اگه یه قطرش رو لباستون چکیده باشه نمازتون مشکل دار میشه. خب حاج آقا ما نمیدونیم، اگه نمیدونید اشکالی نداره، یه بررسی بکنید اشکالی نداره، اما وقتی تو زندگی شما هست شما میدونید که نمیتونید ازش دوری بکنید، بنابراین بهتر این هست، یعنی از یک لباس مخصوصی، اتاق مخصوصی، جا نماز مخصوص تا نماز مشکل دار نشه، ولی از اون بهتره که این حیوان از زندگیتون حذفش کنید. خیلی متشکر. با سلام، ما آب خوردنی را از بیرون منزل تهیه میکنیم و در آن آب کلور وجود دارد، آیا این آب مضاف حساب میشود؟ برای خوردن آب مضاف مشکلی نداره، شما آب پرتقال هم که میخورید مضافه، آب میوه ها همش مضافه، از جهت خوردن آب مضاف باشه اشکالی نداره، فقط یه مسئله است که آیا این کلور مضر هست یا مضر نیست. اگر کلور آب به اندازه ای شد که مضر برای صحت و عافیت باشه و ممکن انسان مبتلا به بیماری خطرناکی بشه، نه فقط کلور، هر ماده دیگری خوردنش، غذایی که مونده ممکنه این صحت شما رو تهدید بکنه، حق ندارید این غذای مونده رو بخورید. به غیر از این که اگر جزء خبائث شد خوردنش از این جهت هم مشکل دار میشه، اما اگر نه بخواید با این آب وضو بگیرید، مقدار کر آب رو مضاف میکنه یا نه، که آیا وضو درسته یا نه،
بله ظاهراً اون مقدار کمی از کل که فقط آب بوش تغییر کرده آب رو مضاف نمی‌کنه و وضو صحیحه. بله یه وقتی توی یه لیوان آب دو تا قاشق کلر ریختن، طوری که کسی هر آب از بغلش رد بشه میگه این آب نیست، این چیه؟ این کلره اصلا. این یه لیوان شما توی حوض آب بریزید، اگر تا این حد شد که آب شد مضاف، وضو باش نمیشه گرفت. اما نسبت به خوردن اگر ضرر نداشته باشه، خوردن هر آب مضافی اشکال نداره. بله یه وقت آب گله، آب گل چون خوردن گل حرامه، اون آب گل هم خوردنش میشه حرام، اما آب میوه و اینها نه، مشکلی نداره. با سلام، دختری که به غصب و بدون رضایت دختر به یک شخصی که 20 سال از او بزرگتر است نامزد شده، شرعاً باید چه کار کنه؟ تکلیفش چیه؟ اگر دارن درد دل میکنن، چون فکر کنم مسئله شو میدونن، بله دختر اگر راضی نباشه عقد صحیح نیست، او اصلا شوهر نمیشه، حق نزدیکی و نگاه به او رو نداره. منی که میدونم این دختر راضی نیست، حالا ولو باباش راضیه، ولو اردش پای سفره عقد، ولو وقتی وکیل پرسید گفت بله، ولی میدونم ته دلش به هیچ وجه راضی نیست، این عقد باطله و او همسر شرعی من نخواهد شد، حق ندارم با او ارتباط داشته باشم. بنابراین درست اجازه پدر شرطه، اما رضایت دختر رکنه، یعنی اساس اونه و مهم اونه. خب آقا پدر مادر چی میشن؟ احترام پدر مادر چی میشه؟ بله پدر مادر به احترام قطعا سر جاش هست، اما هر شخصی هم برای خودش جایگاه خودش رو داره، قطعا باید دختر از اعماق وجود به این ازدواج راضی باشه. مطلب دوم، اگه دارید درد دل میکنید که منو با فاصله 20 سال اختلاف دارن ازدواج میدن، باید عرض بکنم که اگر این فاصله 20 سال اینطوره که مثلا دختر 12-13 سالشه، 15 سالشه، آقایی که اقدام کرده خود طبیعتا اگه 20 سال اضافه بکنید میشه 35 سال، این خودش به تنهایی نمیتونیم بگیم بده. حتی اگر اینطور باشه، یه وقت دختر 20 سالشه، او شخص 40 سالشه، دختر پخته شده، مرد هم یه مرد پخته شده ای هست اگرچه سنش بالاست، شرایط اونی که مهمه اینه که بتونن با هم تفاهم داشته باشن. بله. بعضی از افراد سنشون بالاست اما روحیهشون خیلی روحیه، یعنی جوون و نوجوونیه، طرف 50 سالشه اما وقتی باش صحبت میکنی به اندازه جوون 20 ساله است، یعنی میتونه با یک دختر سن پایین زندگی بکنه و فهم و درک و از نظر جسمی هم میکشه. از اون طرف گاهی اوقات نگاه میکنی 5 سال فرقشونه، مثلا پسر 25 سالشه دختر 20 سالشه، یا در این حدود، یعنی همونی که در عرف جامعه معقوله، اما فاصله اخلاقشون خیلی زیاده، مثلا دختر 15 سالشه اما به اندازه دختر 30 ساله میفهمه، خیلی پخته است، پسره از اون طرف نپخته است، خب اینا به مشکل میخورن. پس ملاک فاصله سنی تنها نیست، تفاهم داشتنه، همکف بودنه. این رو اهل خبره اهل فهم میتونن متوجه بشن. حالا اگه از این سوال ما استفاده بکنیم که دختر خیلی فهمیده است، زرنگه، اما از اون طرف مرد سن بالایی داره، حوصله درک او رو نداره، حوصله نشستن و حرف زدن با او رو نداره، خب این از ته دل راضی نیست، موافق به این ازدواج نیست، یا دختر اصلا بچه است و اون آدم بسیار پخته ایه، بله این دختر عقدشون باطله و حق ارتباط داشتن با اون شخص رو نداره، باید خبر بده، به بزرگترها برسونه، به حاکم شهر برسونه و اگر اون مرد میخواد به زور از او استفاده بکنه مانعش بشن، یا اینکه رضایت رو جلب بکنن و عقد رو با رضایت اجرا بکنن. انشاءالله که خیلی بشه. با سلام، من پسری هستم 14 ساله از آلمان، خیلی وقتا میشنم که این مبلغ رباست و نمیدونم چه وقتی مبالغ ربا میشه. در از توضیحی میخوام در مورد ربا، ممنون میشم من راه نمایی کنم. بزرگواری. خلاصش این که اگر شما مبلغی رو قرض گرفتید و در پرداخت او سود و سود معینی رو پرداخت میکنید، این میشه ربا. شما که این قرض رو میگیرید ربا گرفتید، اون که این قرض رو به شما میده با زیاده مشخص داره از شما ربا میگیره. دو، شما در مغازه کار میکنید که چیزهایی رو کشیدنی میفروشن یا دونه‌ای میفروشن، نمیتونید او رو با هم جنس خودش تبدیل بکنید با اختلاف، مثلا طلا و نقره، شما طلا و نقره رو طلا با طلا، نقره با نقره، این رو که با کشیدنی فروخته میشه با اختلاف وزن بفروشید، مثلا طلای نساخته رو 10 مثقال بدید 9 مثقال 8 مثقال طلای ساخته شده بگیرید توی معامله، اینم باز میشه ربا.
اونی که در جامعه خیلی اتفاق میفته، حالا کار طلافروشی، کارهایی که حبوبات و چه میدونم گندم و جو و شکر و اینا اتفاق میفته که البته خیلی کمه، کم شکر بفروشن، شکر بخرن، لوبیا بدن، لوبیا بگیرن، طلا بدن، طلا بگیرن. البته طلا هست کم و بیش، ولی اونایی که متشرع هستن دو تا معامله، طلای ساخته نشده رو از او میخره، به او طلای ساخته شده به قیمت روز میفروشه و خودش دیگه قیمت ها مشخصه، بلدن فقط توی معامله انجام نشه. اونی که خیلی اتفاق میفته تو بازارها متاسفانه ربای در قرضه، طرف نیاز مالی داره، میاد پیش شما میگه من 2 میلیون از شما میخوام، شما بهش میگی من 2 میلیون بهت میدم یک ساله، یا این دلارا رو بهت میدم فلان، شما دلار به من برمیگردونی، انقدرم باید اضافهش به من بدی، 6 ماه دیگه به من 2500 برگردون، این میشه ربا و درست نیست. خیلی متشکرم. با عرض سلام خدمت جناب استاد، در آخر آیه های سوره ها در نماز اگر کمی در لفظ او را بکشیم، یعنی آخر آیه مد گرفته بشه، آیا اشکال داره؟ اشکالی نداره، اصلا یکی از موارد مد در تجوید واب ها و یاها و الف های آخر آیه ها هست، اشکالی نداره. خیلی متشکرم. سلام، میدونی یه فاصله کوتاه بگیریم از میان برشون؟ فضای استدیو مقدار گرم هست، یک میان برنامه کوتاه ببینید، یه نفسی بکشن جناب استاد، در خدمتتون هست. شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست که میتونید سوالات خودتون رو بپرسید و انشاءالله از جناب استاد جواب بگیریم. همطور که میدونید در بخش دوم هم به ادامه سوالات شما پرداخته میشه و انشاءالله بتونیم خیلی بیشتر این سوالات شما رو جواب بگیریم از جناب استاد. با اجازتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خسته نباشید. زانوی من شکسته و گچ کردم، اگر میخواهم غسل جنابت رو انجام بدهم چگونه است؟ اگر زخم نیست و آب برای ضرر نداره، رو صندلی هر جوری که میتونید، غسل خیلی راحته چون درش موالات شرط نیست. شما میتونید سر گردن رو تو اتاق بشورید زیر تشتی، چیزی آب رو زمین نریزه مثلا، لباسا رو در بیارید خورده خورده سمت راست بدنتون، یا داخل حمام بنشینید روی صندلی چیزی، فرض بکنید زانوی چپه، من راحت راحتش رو میگم، همه بدن رو قشنگ تو حمام میشورید سمت راست و به نیت غسل، سرگردن هم قبل شستید، وقتی میرسه به بدن قسمت چپ میشورید تا میرسید به زانو. خب اگر زانو بازه و آب برای ضرر نداره، شما همون ظرف آب رو میگیرید یا شلنگ رو یا دوش یا هرچی هست روی اون قسمت میگیرید و دست میکشید، راحت تمام میشه. مشکل زمانی است که بسته است روش یا زخمه و آب برای ضرر داره، اونو میتونید داخل کیسه ای بگذارید، اگر باند خیس میشه، اگر گچه آب برای ضرر داره، میتونید داخل کیسه ای بگذارید و وقتی که رسید به اون قسمت چپ، اون مقدار آب رو روی همون کیسه میریزید، یا کیسه رو باز میکنید، دستتون خیس میکنید به نیت غسل، روی اون باند یا روی اون گچ میکشید. اینی که میگم یا، برای خاطر اینکه گاهی اوقات مقدار باند و گچ کوچیکه، یه مقدار دستو خیس بکنید روش بکشید، بقیه پا رو هم میشورید دیگه مشکلی نداره. اما یه وقت زیاده، کل پا رو گچ گرفتن، خب این کل پا رو توی پلاستیک قرار میده، ظرف آب رو، شلنگ رو یا دوش رو میگیره روی همون قسمتی که بسته شده، یعنی میشه غسل جبیره. فقط اگه کسی غسل یا وضوی جبیره گرفت، احتیاطاً بعدش تیمم هم بکنه. انشاءالله. خیلی متشکرم. با سلام، اگر از خواب به صورت جنوب بیدار شوم و اگر زمان غسل را نداشته باشم بدونم نمازم قضا میشه، باید چیکار کنم؟ باید حتما تیمم بکنه، سری نماز رو بخونه. البته گاهی اوقات همه چی فراهمه، یعنی حمام آماده است، منم سری غسل میکنم، شستن بدن هم خیلی طول نمیکشه، آب جاری، این میتونه در عرض 5-6 دقیقه غسل رو انجام بده. خب به اندازه 5-6 دقیقه هم وقت داریم فرض میکنیم،
خب غسل انجام بده. اما اگر نمیدونه یا شک داره که میرسه یا نمیرسه، بنابراین احتمال داره که نماز قضا بشه. ببینید اگه یه رکعت از نماز هم در وقت میشه غسل رو انجام بدید، اما اگر نه غسل انجام بدید همه نماز در خارج وقت انجام میشه. سری تیمم بکنید، رو خاک، رو سنگ، یه جایی که پاک باشه، انگشت در بیارید. تیمم من براتون قبلا شرح دادیم و سری وایسه به نماز. اذان اقامه نمیخواد، مستحبات نماز رو کنار بگذاره، حتی قنوت و سریع نماز رو با واجباتش انجام بده. خیلی متشکرم دوست عزیزی. در مورد نافله دوست سوال داشتن که اول سلام کردن و بعد پرسیدن که در نمازهای نافله و مستحبی وضو هم بر ما واجب است و اینکه آیا نوافل هم میشه قضا خون یا نه. اول سوال دوم جواب بدیم. بله نماز مستحبی اگه قضا شد میشه قضاش رو انجام داد، به این نیت که انشاءالله انسان به ثوابش برسه. یعنی نماز نافله صبح رو نخوند، نماز صبحش رو خوند، الان اومده تو حرم نشسته، اینه وقت داره، پاشه دو رکعت نافله صبحش رو الان قضا بخونه، نافله شبش رو قضا بخونه، اشکالی نداره. بله. اما وضو، نماز بدون وضو محقق نمیشه. اگر واجبه وضوش واجبه و اگر نماز مستحبه وضوش مستحبه. وقتی میگیم وضوش مستحبه یعنی میتونید وضو نگیرید، کما اینکه میتونید هر شبت که نماز مستحبی رو در حال راه رفتن بخونید، قبله رو رعایت نکنید. ولی اگه تو نماز حمد نخوندید این دیگه نماز نیست. رکوع انجام ندادید این دیگه نماز نیست. سجود رو، دوتا سجده رو انجام ندادید، درسته که اسمش نماز مستحبه یعنی واجب نیست، ولی اگر این قطعات رو، یعنی این ارکان رو انجام ندادید، این دیگه اسمش نماز نیست. اگه میخواید نماز باشه این چنین، یعنی با وضو، با تکبیرت الاحرام، سوره حمد، رکوع، سجود، اینا ارکان نمازه، اینا حتما باید بوده باشه انشاءالله. سلام، خسته نباشید. اگر جایی که بله بفرمایید، نگید شیخ گفت تو نماز مستحبی وضو واجبه. نه، وضو واجب نیست، ولی اگر وضو نگرفتید این دیگه اون نمازه نیست. حمد نخوندید، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، این ارکان رفت، این دیگه اسمش نماز نیست. میخوام نافله صبح بخونم، وضو نمیگیرم، این اسمش نافله صبح نیست، یعنی ثواب نافله صبح قضا رو به شما نمیدن. بله ذکر خداست، حمد و سوره خوندید، رکوع سجود انجام دادید، اینا همش ذکره، اینا همش عبادته، ولی اسمش نماز نافله نیست. نماز نافله وقتی است که این ارکان درش تمام باشه. خیلی متشکرم. با سلام، خسته نباشید. اگر جایی که نماز میخونم روبروی من بر دیوار عکسی باشد نمازم مشکل داره یا نه؟ مشکل نداره، اما ثوابش کم میشه. مکروه جلو آینه، جایی که شلوغ تصویری مقابل شما هست، کما اینکه نماز اگه به جماعت خونده بشه، تو مسجد خونده بشه، تو محراب خونده بشه، با توجه خونده بشه، توجه هرچی بیشتر، اینا امتیاز نماز رو بالا میبره. از اون طرف تو حمام خوندن، تو جای شلوغ خوندن، جلو آینه و تصویر خوندن، اینا سبب میشه با حواس پرت خوندن امتیازات نماز بیاد پایین، تاثیرگذاریش کمتر بشه. روی عکس کافیه یه چیزی بندازید. اگه هیچ کدوم اینا مقدور نیست، فرض کنید جای نماز میخونید همش آینه است، با تسبیحتون یک حالت محراب جلوی مهر درست بکنید، یه فصلی ایجاد بکنید. این اقل کاریه که میشه انجام داد تا کراهت کم بشه ان شاء الله، یا از بین بره ان شاء الله. سلام علیکم. اگر در مسجد نمازگذاری لباسش نجس است، لکه‌ای از خون بر اون دیده شده، واجب است که او رو مطلع کنیم؟ نه واجب نیست، خصوصا اگه به اندازه‌ای هست که بخشیده شده که نمازش درسته. خیلی متشکرم. سلام علیکم. در نماز خواندن باید تمامی احکام قرائت را انجام داد، مانند مد یا مانند ادغام یا مستحب است یا نه اصلا بی خیال بشه؟ در بحث قرائت خدمت عزیزان عرض کردیم که قواعد تجوید در نماز واجب نیست، بهتر است که قواعد تجوید رو در نماز رعایت کرد، خصوصا نسبت به مد، نسبت به ادغام احتیاط وجوبی شده که اینها رعایت بشه، اما نسبت به صفات حروف و اینها نه. خیلی متشکرم. سلام علیکم. علیکم سلام. ممنون از برنامه خوبتون. نظری داشتم و الان باید این نظر رو انجام بدم، اما دوست دارم مبلغش رو به هیئت عزاداری بدهم، اشکال داره یا نه؟ اگه نظر شرعیه و نظر کردید به جای دیگه بدید غیر از هیئت، و همونجا بدید، نمیتونید به جای دیگه بدید. مثلا من نظر کردم یه گوسفند بکشم، گوشت این گوسفند رو بدم به عرض شود که حرم، یا بدم به خونه فقرا،
یا بدم به دارالایتام، نمیتونم برای هیئت بدم، مگر اینکه نظر شرعی نباشه، یعنی با امام حسین با اهل بیت قرار بستم نه با خدا. اگه نظر شرعی واجبه، یعنی قرار با خداست، باید حتما در همون جایی که نیت کردید خرج بکنید. بله، شکرم. با سلام، آیا پدر و مادر شوهر می توانند اجباری مهریه عروس را تعیین کنند با اینکه عروس ناراضی است؟ مهریه اختیارش با عروسه، یعنی اوست که اختیار داره در مهر که چه میزان مهر بوده باشه. من یه مطلبی رو دو روز پیش خوندم، پنجشنبه است، نمیدونم به اندازه که مجال هست شاید بتونم یه ذره حقش رو ادا بکنم. میخوندم که یه جورایی داشتن استهزا میکردن، اینا که کارشون مسخره کردنه، چیزایی که نمیفهمن، آدمای جاهل اینطورن، چیزی که نمیفهمن نمیپرسن تا بفهمن، چیکار میکنن؟ مسخره میکنن. میگه مثلا در دین زرتوش اصلا در صیغه عقد چیزی به نام مهر گفته نمیشه. من شما رو دوست دارم، من از شما خوشم میاد، اجازه میدید که من در رکاب شما باشم؟ اونم میگه منم از شما خوشم میاد، به شما علاقه‌مندم، ان شاء الله تا آخر عمر با شما خواهم بود. این میشه عقد ازدواج. این قشنگ‌تره؟ یا بیایم بگیم که من شما با شما ازدواج میکنم در مقابل اینقدر مهر. اولا در مقابله نیست، این به عنوان یک ضمانت. از اون طرفم شما میاد نگاه میکنید، اسلام میگه چی؟ میگه که بهتره که زن مهرش رو به شوهر، وقتی شوهری است که اهل، شوهری است که داره تمام جهدش رو ببخشه، اون مهر رو به شوهر خودش. مثل قصه آزاد عبد و آزاد کردن عبد، بهترین راه در جنگ اینه که او رو عبد قرار بدن، نه ولش کنن بره، نه بکشنش، نه حبسش کنن. از اون طرفم اسلام میگه تربیتش کن، آزادش کن. حالا جای بحث و شرحش نیست. قرار دادن این مهر یک نوع قوت، یک نوع پشتوانه است، مادی کردن ازدواج نیست. لذا وقتی میاد پشت سرش نگاه میکنی میگه ببخشید، از اون طرف میاد میگه که اگر زن دید مرد نسبت به حقوقش مثل نفقه و اینها نسبت به زن رعایت نمیکنه، میتونه از اون مطالبه مهرش رو بکنه و سری جزئیات این چنینی. حرف زیاد داره، شاید وقت نکشه، انشالله میذارم برای شنبه، یادم بیارید راجع به مهر و نظر اسلام به ازدواج عرض بکنم. پدر و مادر پسر نسبت به تعیین مهر اختیار ندارن، اختیار مهر با زن هست. بله، مرد میتونه قبول بکنه یا قبول نکنه. سعی بکنن تو این قصه ها اجباری به کار برده نشه، شرطشون رو بگن، حرفشون رو بگن، طرفین همدیگر رو راضی بکنن. خیلی متشکرم، ممنونم. امروز هم مثل همیشه فیض بردم از حضورتون. دلخوش باشید به این که انشاءالله در شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام دعاگوان و زیاره شما عزیزان هستیم. خدا نگهدار.